خواهرزاده عزیزم، اگر روزی نیمی از خودت شدی، بدان چیزهای زیادی را درک خواهی کرد، چیزهایی فراتر از هوشمندی معمول انسان. تو نیمی از خودت و دنیا را از دست می دهی، اما نیمه دیگری هزاران بار با ارزشتر و ژرف‌تر به دست می آوری. در چنین شرایطی آرزو می کنی همه چیز مثل خودت دو نیمه شود، چون زیبایی و خرد فقط در چیزی وجود دارد که قطعه قطعه شده باشد. امیدوارم متوجه منظورم شده باشی. دوستدار تو، داییت ویکونت. با ترک‌ها درگیر نبرد سختی بودیم. جنگ بی‌رحم بود و ترسناک. هر کجا پا می‌گذاشتی سایه سیاه جنگ سنگینی می‌کرد. همان موقع دایی جوانم ویکونت مداردودی ترالبا سودای جنگیدن داشت و گرفتن درجه ستوانی. همان موقعی که پرنده‌های وحشی آنقدر اجساد کشته شدگان جنگ را دریده و خورده بودند که خودشان شده بودند مرض طاعون. دایی ویکونت دشت‌های زیادی را سوار بر اسب تاخته بود تا خودش را به میدان جنگ برساند. وقتی با پیشکارش به سمت اردوگاه می رفت، شاهد چهره زشت و خوفناک جنگ بود. ویکونت جوان جنگ را نمی شناخت، آن همچنین جنگی. در مسیر اردوگاه به غیر از ویکونت، لکلک‌های زیادی هم رهسپار میدان جنگ بودند. بوی لاشه مرده ها کشانده بودشان به میدان جنگ. کمی جلوتر، اسب‌ها با شکم‌های پاره افتاده بودند سر راه. پیشکار به ویکونت توضیح داد ترک‌ها در حین جنگ اول به شکم اسب‌ها شمشیر می‌زنند، وقتی اسب سقوط کرد سوارش را از پا در می‌آورند. ویکونت وحشت‌زده به اردوگاه رسید و بیدرنگ به حضور امپراتور رفت. امپراتور و دستیارانش سخت مشغول نقشه‌ها و ترسیم راه‌های نبرد بودند. یکی از محافظان ویکونت را به امپراتور معرفی کرد. اعلیحضرت، ویکونت ترالبا شوالیه از ایتالیا هستند. ایشان متعلق به یکی از اصیل‌ترین خانواده‌ها و از نجبا هستند. امپراتور نگاهی دقیق به ویکونت انداخت. ویکونت هم تعظیم بلند و بالایی کرد. امپراتور سنجوق دستش را به نقطه مشخصی از نقشه زد و گفت به ویکونت ترالبا درجه ستوانی بدید. ویکونت دوباره تعظیم کرد و از چادر خارج شد. شب شده بود، اما خواب به چشمان ویکونت نمی آمد. او بیقرار جلوی چادرش قدم می زد و گوشش به صدای شیهه اسب ها بود و گفتگوی پر از وحشت سربازان، اما هیچ کدام از نجواها و صداهای هولنگیز فکر او را مشغول نمی کرد. ویکونت فقط به نبرد فردا فکر می کرد. خورشید که بالا آمد نبرد شروع شد. آرایش رزمی ارتش مسیحیان آماده بود و ارتش ترک‌ها همچون ابری متراکم دورتر ایستاده بودند. کورتیزیو با درجه گروهبانی کنار ویکونت ایستاده بود. ویکونت با دلی بیقرار سوار بر اسبش در ردیف اول این پا و آن پا می کرد. ویکونت برای لحظه‌ای سر برگردان تا انتهای لشکر ترک‌ها را ببیند، اما گروهبان مانع شد. از نظر گروهبان سر برگرداندن سمت سپاه بدیوم بود، اما در حقیقت گروهبان نگران بود تعداد اندکشان در برابر فوج عظیم ترک‌ها دل ویکونت را بلرزاند. اولین گلوله جنگ شلیک شد. ویکونت ناخودآگاه در دلش آرزو کرد خدا کند اولین گلوله‌ای که می‌بیند آخرین گلوله توپی نباشد که در زندگیش می‌بیند. ویکونت به شدت انتظار دیدن ترک‌ها را می‌کشید. انتظارش زیاد طولانی نشد. جنگ خیلی زود با سلاح‌های سرد و برنده شروع شد. ویکونت بالاخره ترک‌ها را از نزدیک دید. از نظر ویکونت جوان
هیچ چیز هیجان انگیزتر از دیدن دشمن نبود، آن هم دشمنی که تا به این اندازه شبیه تصوراتت باشد. ترکا با دستارهای بسته بر سر و بالا پوشهای چرم بر روی اسبها به تاخت می آمدند. اگر هدف دیدن ترکا بود، ویکونت حالا دیگر دیده بودشان. دیگر می توانست برگردد ترالبا به خانه اش. شاید به موقع برای شکار کپکا می رسید، اما نه، ویکونت برای جنگیدن آمده بود. بازگشتی در کار نبود. جنگ خیلی زود به گرما گرمش رسید. ویکونت سرباز ترک بلندقدی را ناکار کرد و به تقلید از بقیه سوار اسبش شد و سراغ سرباز دیگری رفت. اشتباهش همینجا بود. کوتاه قدها خطرناکتر بودند. سربازان ترک کوتاه قد زیر اسب میلغزیدند و با یک ضربه شمشیر شکم اسبها را پاره میکردند. به ناگاه اسب ویکونت متوقف شد. چه اتفاقی افتاده بود؟ حیوان بی‌نوا سرش را بلند کرد و به ویکونت نگاه کرد، بعد به زمین افتاد و مرد. ترک کوتاهی شکم اسبش را دریده بود. ویکونت بدون اسب مانده بود. تا گروهبان پیشکارش آمد که کمکش کند، او را نیز با تیر زدند و نقش زمینش کردند. حالا ویکونت تنها بود و معرکه کارزار. دو توپچی ترک اراده توپ را می چرخاندند. ریش بلند و ردای بالا پوششان آنها را بیشتر شبیه منجمان کرده بود تا سربازان توپچی. ویکونت به محض دیدنشان با عزمی جزم به سویشان رفت. باید حسابشان را می رسید، اما دایی بینوای من نمی دانست هیچ سربازی مستقیم به سوی توپ حمله نمی کند. سربازان با تجربه از پهلو یا از پشت به توپها حمله می کنند. ویکونت شمشیر به دست وسط دهنه توپ پرید. توپچیها نه تنها وحشت نکردند، بلکه گلوله را وسط سینه ویکونت شلیک کردند. ویکونت در دم به هوا پرتاب شد. غروب دو گاری کهنه در سکوتی مرگبار به میدان جنگ آمدند. گاری اول برای جمع کردن اجساد بود و گاری دوم مخصوص زخمی ها. ویکونت را در گاری زخمی ها گذاشتند. تعداد سربازان روز به روز و نبرد به نبرد کمتر می شد. دستور آمده بود تا آنجا که می شود سربازهای زخمی را مداوا و راهی میدان جنگ کنند. وقتی دکترها ملافه را از روی ویکونت کنار زدند، بدن متلاشی شدهش را دیدند. تن ویکونت نه تنها یک دست و یک پا نداشت، بلکه بخشی از قفسه سینه و شکم و صورتش هم نبود. در واقع نیمه چپ ویکونت به طور کلی از بین رفته بود، اما نیمه راست بدنش بدون کوچکترین خراشی باقی مانده بود. ویکونت زخمی قطعاً مورد جالبی برای پزشکان بود. پزشکانی که در طی نبردها تنهای لطوپار شده را جمع جور می کردند. دکترها مشغول تن دونیم شده ویکونت شدند. شروع کردند به دوختن اجزای بدن ویکونت. خدا می داند چه ها که نکردند. اما هرچه بود، فردای آن روز داییم ویکونت چشم راستش را باز کرد. به آهستگی نیمه دهن و بینیش را از هم باز کرد تا نفس بکشد. بنیه قوی خاندان ترالبا به کمکش آمده بود. او زنده بود، اما دو نیم شده بود. به طرز شگفت‌انگیزی تنها یک نیمه از او باقی مانده بود. یک نیمه زنده و سالم. 7 یا 8 ساله بودم که داییم به ترالبا برگشت. غروب بود. مرد جوانی که انگورها را میچید از میان تاکستانها فریاد زد: نگاه کنید، ببینید کی داره میاد. ما همه غروبهای تابستان چشمیمان براه بود تا ویکونت برگردد.
نه برای اینکه خیلی دوستش داشتیم یا اینکه از فرط بیقراری منتظر بازگشتش باشیم، نه. اما میدانید آدم همیشه باید منتظر چیزی باشد. ما هم منتظر برگشت ویکونت مداردو بودیم. از دور تختی روی شانه های چند مرد حمل می شد. ویکونت سوار بر تخت از جنگ برگشته بود. همه مردم جمع شده بودند. اعضای خانواده، پیشخدمت‌ها، انگوچین‌ها، چوپان‌ها، حتی نگهبان‌های مسلح قلعه هم بودند. تنها کسی که نیامده بود، پدر بزرگ بود، یعنی پدر ویکونت. سالها بود پدر بزرگ حتی به حیات قلعه هم نیامده بود. پدر بزرگ از تجملات زندگی اشرافی خسته شده بود. او عاشق پرنده ها بود، برای همین دستور داده بود تخت خوابش را داخل قفس پرنده ها بگذارند. شاید بشود گفت پدر بزرگ خودش را داخل قفس پرنده ها زندانی کرده بود. حتی غذایش را هم داخل قفس می خورد، درست مثل پرنده ای در قفس. مردانی که تخت را حمل می کردند آن را روی زمین گذاشتند. ویکونت با چوب زیر بغلش از روی تخت پیاده شد. او شنل سیاه کلاهداری پوشیده بود، شنلی که سمت چپ بدنش را کاملا پوشانده بود. خیلی وقت بود این همه آدم یک جا ندیده بودم، این همه آدم وسط قلعه پدر بزرگ. خبر رسیده بود توپ ترک ها بر بدن دایی زخم زده. همه می دانستند او زخمی شده است، اما نمی دانستند چقدر و تا کجا. آیا معلول هم شده یا نه؟ دایی سباستیانا تا دایی ویکونت را دید بلند گفت: پسر کوچولوی بی نوای من. دایی سباستیانا نه تنها به همه بچه های خانواده ترالبا شیر داده بود، بلکه پلک مرده های ترالبا را هم بسته بود. او دیگر برای خودش سن و سالی داشت. ویکونت چوب زیر بغلش را روی زمین گذاشت. باد تندی از سمت دریا بلند شد. بالا پوش داییم موج برداشت و مثل بادبانی چرخید، بعد چنان به او چسبید که انگار فقط یک نیمه دارد. انگار پرچمی بود که بر چوبی بسته شده بود، یا شاید هم شبیه یک شبح بود. یکی از غلامان سیاهی که زیر تخت را گرفته بود منتظر دستمزد بود. دایی پرسید: چقدر؟ غلام سرتراشیده و قوی جسته گفت: خودتون میدونی قیمت حمله یه مرد چقدره؟ ویکونت چند سکه توی دستانش گذاشت و گفت: این برای حمله یه مرد نصفه. و بعد با چرخشی مثل یک دایره به سمت قلعه رفت. ما صدای چوب زیر بغلش را روی سنگ فرش های قلعه می شنیدیم. پدرش پشت میله های قفس منتظر ایستاده بود، اما ویکونت حتی برای عرض سلام هم پیش پدر نرفت. فردای آن روز مثل همیشه سر زمین های انگورمان بودیم، ولی دیگر شاد و خندان نبودیم. نه اینکه خیلی به او علاقمند باشیم، اما موضوع او و جور برگشتنش مبهم و غم‌انگیز بود. در این حال، حال و روزش هم بحث برانگیز و سرگرم کننده بود. تنها کسی که در قلعه ماند و گوش به زنگ صداها بود، دایی سباستیانا بود. پدر بزرگ پرنده خاصی را تربیت کرده بود. پرنده می توانست تا اتاق ویکونت پرواز کند و برگردد. صبح روز بعد، پدر بزرگ در قفس پرنده را باز کرد. پرنده تا پنجره ویکونت را دید به سویش پرواز کرد. پدر بزرگ با چشمانی شاد پرواز پرنده را دنبال کرد و بعد مشغول بقیه پرنده هایش شد. اما چند لحظه بعد صدای برخورد چیزی به پنجره اتاقش را شنید. پرنده مرده بود و یکی از بالهایش کنده شده بود. پیرمرد پرنده مرده را در دستش گرفت و گریه کرد. هیچ کس نمی توانست پیش پدر بزرگ برود تا دلداریش بدهد. او در را از داخل قفل کرده بود. فردا صبح وقتی دایه به زحمت داخل اتاقش رفت، پدر بزرگ مرده بود. درست شبیه همان پرندهی که ویکونت بالش را کنده بود و به پنجره اتاق کوبیده بود. پس از مرگ
پدر ویلکونت گاه گاهی از قلعه بیرون می آمد. اولین کسی که متوجه بیرون آمدن ویلکونت شد دایی سباستیانا بود. او گروهی از خدمتکارها را دنبالش فرستاد. خدمتکارها رد او را گرفتند که از زیر درخت‌های گلابی گذشته بود. اغلب گلابی‌های درخت به دو نیم شده بود. از هر گلابی فقط نیمه راستش باقی مانده بود. خدمتکارا وحشت‌زده او را تعقیب کردند. از بیشه که رد می‌شدند، قورباغه‌ای را دیدند که از وسط به دو نیم شده بود. جلوتر که رفتند، قارچ‌های دو نیم شده را هم دیدند. بالاخره کنار رودخانه ویکونت را پوشیده در ردای سیاه دیدند. ویکونت نیمه قارچ‌های خوراکی را در آب ریخته بود. خدمتکارها نمی‌دانستند با نیمه سمی قارچ‌ها چه کرده. اما همین که به کوهستان رسیدند، کودکی را دیدند که با سبدی از نیمه‌های قارچ‌های سمی پایین می‌آمد. آن کودک من بودم. کودکی که میان بیشزار دایی را دیده بود و به سمتش رفته بود و دایی قارچ‌های سمی را به او داده بود تا به خانه ببرد و بپزد. وقتی ماجرا را برای دایی سباستیانا تعریف کردم، دایی با غمی عمیق گفت: نیمه شر ویکونت مداردو از جنگ برگشته. حالا خدا میدونه تو محاکمه امروز چه اتفاقی میفته. نگهبان‌های قلعه چند راهزن را دستگیر کرده بودند. به رسم دیرین ترالبا محاکمهشان به عهده حاکم قلعه بود و حالا حاکم قلعه ویکونت بود. دادگاه برگزار شد. در چند سال اخیر تعداد راهزنها روز به روز بیشتر می شد. حتی گاهی وقتی گرسنگی و فقر رو به فزونی می گذاشت، خیلی از خانواده ها ناگزیر به راهزنها می پیوستند. قانون هم اغلب نسبت به آنها چشم پوشی می کرد. وقتی گروه راهزنهای بسته در قل و زنجیر را آوردند، ویکونت گوشه ناخونش را می جوید و با همان یک چشم براندازشان می کرد. ترس دایه بی دلیل نبود. ویکونت حکم کرد راهزنها را به جرم حمله و غارت دار بزنند. همان روز عده دیگر هم به قاچاق پارچه و نخ اعتراف کردند. ویکونت برای قاچاقچیان هم حکم مرگ صادر کرد. برای نگهبانهایی که دیر به دیر مانع راهزنها و قاچاقچیان شده بودند هم حکم اعدام صادر شد. جسد اعدام شدگان سه روز تمام روی چوبه دارها ماند. مردم ترالبا توی عمرشان چنین منظره ترسناکی ندیده بودند. غیر وحشت دیدن اجساد روی چوبه دارها، ناراحتی برای کسانی که مرده بودند هم غم‌انگیز بود. خیلی از آنانی که بر چوبه دارها بودند از خانواده و خیشاوندان مردم بودند. ویکونت به نجار دستور داده بود دارها را همچون شاخه های درخت ها بسازد. هر دار چند شاخه داشت و بر هر شاخه از دار جسدی در هوا تاب می‌خورد. ویکونت حداقل 10 گربه را هم لابلای اعدام شدگان به دار آویخت. اجساد محکومان و گربه ها کنار هم بر دارها تاب می خوردند. چند روز بعد مردم با آهی جانکاه جسدها را پایین آوردند. توی ترالبا دکتری به اسم تریلونی زندگی می کرد. او بهترین رفیق من بود. دکتر تریلونی انگلیسی بود. در سفری به سرزمین ما کشتیش غرق شده بود و برای همیشه کنار ما ساکن شده بود. دکتر تریلونی بیشتر از آن که برای مداوای آدمهای شهر ما مؤثر باشد، سرگرم کشفیات خودش بود. او از خون می ترسید و از برهنه شدن بیمارها برای معاینه شرم داشت. نمی دانم چرا ما آن همه اصرار داشتیم که او را دکتر خود بدانیم، در حالی که هیچ وقت برای من تبابت نمی کرد. در عوض عاشق کشف دلیل بیماری جیرجیرک ها بود. از هر 100 جیرجیرک فقط 1 جیرجیرک به بیماری بیزرری مبتلا می شد که دکتر در صدد کشف آن بود. اما دکتر عیب دیگری هم داشت. او خیلی زود از تحقیق روی یک مورد خاص خسته شده و مورد دیگری را برای تحقیق انتخاب می کرد. مثل پیدا کردن فسیل ماهی یا پوسته جانوران دریایی. اما همونطور که گفتم،
دکتر تریلونی بهترین رفیق من بود. آن روزها من مثل هوا آزاد بودم. نه پدر داشتم نه مادر. نه جز طبقه خدمتکارها محسوب می شدم و نه جز به اربابها. سالها پیش مادر بیچارم عاشق شکارچی غیر مجاز شده بود. حاصل ازدواج مخفیانه آنها من بودم. بعد از دنیا آمدن در کلبه جنگلی پدرم کشته شده بود و مادرم هم بعد از یک بیماری سخت مرده بود. بعد از آن خدمتکارها مرا به قلعه میبرند و پدر بزرگم از سر دلسوزی مرا به دستان دای سباستیانا میسپرد. کودکی من با نوجوانی دای ویکونت همزمان بود. دایه ما را کنار هم بزرگ میکرد. رابطه من با دایی خوب بود، اما هرچه بزرگتر میشدیم متوجه تفاوت طبقاتی بین خودم و او میشدم و بعدتر بدون اینکه خودمان هم بدانیم از هم فاصله گرفتیم و جدا شدیم. او شد عالی جناب ویکونت مداردو و من پسرکی که هیچ کس نمی دیدش جز گاهی رفیق شفیقم دکتر. آخرین مورد تحقیقاتی دکتر کشف دلیل گازهایی بود که از گورستان برمی خواست. گازهایی که موجب گله های کوچک آتش می شد. از آنجایی که من دستیار آزاد و بیقید دکتر بودم، گاهی برای کشف راز گازهای مشتعل به گورستانهای اطراف همسر می زدیم. در یکی از همین تحقیقات، روسایان روسای همجوار به گمان آنکه ما قصد دستبرد به گورستانشان را داریم به ما حمله کردند. ما فرار کردیم، اما ظاهراً خلاص شدن کار غیر ممکن بود تا اینکه دای ویکونت سوار بر اسبش ظاهر شد. دایی اغلب سوار اسب بود. او زینی مخصوص سفارش داده بود که می توانست خود را با آن به اسب ببندد. به محض آنکه روستاییان ویکونت ترسناک را دیدند، ما را رها کردند و رفتند. من و دکتر از پس صخره ها بیرون آمدیم و به ویکونت نگاه کردیم. چهره دکتر آشکارا از دیدنش وحشت زده بود. پل چوبی پشت ویکونت از وسط به دو نیم شده بود، درست مثل اره‌ای برنده و بی‌نقص. من و دکتر به خوبی می‌دانستیم کار کیست. قبل این هر بار از دکتر درباره بیرحمی و یا وضع جسمانی دایی سوال می‌کردم، دکتر با وحشتی غریب از من می‌خواست سکوت کنم. حتی یک بار سعی کردم از او بپرسم دایی هم با این وضع جسمانی چطور به زندگیش ادامه می‌دهد، اما دکتر مانع شد تا سوالم را تمام کنم. دکتر گفت هیچ وقت و تحت هیچ شرایطی راجبش حرف نزن. فهمیدی بچه جون؟ آن شب من و دکتر درست مقابل شبحی ایستاده بودیم که دکتر مدام از او فرار میکرد. ویکونت پرسید شپره شکار میکنی دکتر؟ دکتر با ترس گفت نه علی جناب، دنبال گازای آمونیاکی میگردم. گازا از جسد مرده ها خارج میشه. خیلی وقت در موردشون تحقیق میکنم. ویکونت گفت مگه از مرده ها چیزی میمونه؟ دکتر گفت از مرده هایی که تازه به خاک سپرده شدن گاز آمونیاک بیرون میاد. ویکونت شمرده شمرده گفت به گمانم باید هر وسیله‌ای که دانشمندا لازم دارن در اختیارشون باشه. متاسفم که این گورستان جای خوبی برای تحقیقات شما نیست. قول میدم هر کاری از دستم بر بیاد براتون انجام بدم آقای دکتر. فردای همان روز ویکونت 10-12 نفر از روستاییان را به مرگ محکوم کرد. جرم آنها دزدی از محصولی بود که باید تحویل قلعه می دادند. جسدها در گودالی دست جمعی دفن شدند. شب بعد از دفن اجساد تازه شعله های زیادی از گورستان بلند شد. این کار کمک زیادی به بررسی های دکتر تریلونی کرده بود. استاد نجار به دستور ویکونت هر روز دارهای تازه تر و بهتری می ساخت.
حتی وسایلی شکنجه‌ای که روز به روز کارآمدتر و دردآورتر می‌شد هم بود. من به عنوان کودکی آزاد و بی‌قید ساعت‌ها می‌نشستم و به دستان هنرمند نجار خیره می‌شدم. البته در لابلای تمام اتفاقات ترسناک شهر لحظه‌های شادی هم بود. گاهی وقتی خورشید بالا می آمد و صدای زندگی به اوج می رسید، صدای بوق مرد جزامی در کوره راه ها شنیده می شد. روستای جزامی ها کمی دورتر از ما به زندگی آرامش مشغول بود. جزامی های روستا کشت و زر نمی کردند. گالاتئو پیرمرد جزامی به نمایندگی از آنها با بوقی در گردن به شهر سر می زد و آذوقه جمع می کرد. هر وقت صدای بوغش می آمد، مردم غلات و گوشت تازه را پای دیوار می گذاشتند و خیلی زود دور می شدند. مردم فکر می کردند حتی دیدن یک جزامی از دور باعث ابتلا به جزام می شود. گالاتئو با زبانی شیرین از ساکنان خانه ها که پنهان شده بودند تشکر می کرد. آن روزها بیماری جزام در سواحل دریاها بیماری شایعی بود. هر وقت فردی به آن مبتلا می شد، او را به روستای جزامی ها می سپردند. وقتی جزامی به روستا می رسید، بقیه جزامی ها با ساز و آواز به استقبالش می رفتند. برای ما شنیدن صدای ساز و آواز شاد یعنی یک جزامی دیگر هم به روستا رفته. هیچ وقت هیچ دکتری قصد نکرده بود تا آنها را معاینه یا برای مداوایشان تلاش کند. وقتی دکتر تریلونی به سرزمین ما پا گذاشت، گمان کردیم او حتما برای نجات جزامی ها یک معجزه است. اما دکتر هرگز معجزه‌ای نبود، نه برای جزامی ها و نه برای بیماری های عادی. کمی بعد هوس آتش افروزی به سر دایی زد. او به راحتی و با خونسردی قسمتی از قلعه را به آتش کشید، درست همون جایی که خدمتکارها می‌خوابیدند. خدمتکارهایی که داخل قلعه بودند میان شعله‌های آتش فریاد می‌کشیدند و کمک می‌خواستند. سطل‌های آبی که دست به دست می‌شد حریف خاموش کردن آتش نبود. قبل از این ویکونت خانه‌های پروتستان‌های تبعیدی و جزامی‌های بیچاره را هم آتش زده بود، اما هیچ کس نتوانسته بود این آتش سوزی او را گیر بیندازد. این بار آتش زدن قلعه دامی بر علیه دای سباستیانا بود. دای سباستیانا بارها ویکونت را بابت کارهای شیطانیش سرزنش کرده بود و خشم ویکونت را برانگیخته بود. چند ساعت بعد از بین دیوارهای سوخته بدن نیمه جان دایه سباستیانا را بیرون کشیدند. صورت دایه پر از لکه های سوختگی شده بود. صبح روز بعد ویکونت کنار بستر دایه آمد. همانطور که سوختگی های دایه را بلند بلند می شمرد گفت: دایه، لکه های روی صورتت برای چیه؟ دایه گفت: اثر گناه های توه پسرم. ویکونت گفت: ولی من فکر میکنم مرضی، چیزی گرفتی. دایه گفت: مریضی من در کنار مریضی تو هیچه پسرم، توبه کن. ویکونت گفت: فکر کنم باید خیلی زود خوب بشی، نمیخوام مردم بدونن چه مرضی گرفتی. فردا صبح ویکونت دکتر تریلونی را به قلعه آورد. او از دکتر خواست تا لکه های مشکوک روی صورت پیرزن را بررسی کند. دکتر بیچاره هرچند از احتمال وجود جزام می ترسید، اما از ویکونت بیشتر می ترسید. دکتر تریلونی به خوبی می دانست لکه های روی صورت دایه از جزام نیست، اما وحشت نمی گذاشت به دایه سباستیانا کمک کند. دکتر به ناچار و با دستور ویکونت حکم به جزامی بودن دایه صادر کرد. فردا عصر دایه سباستیانا به دهکده جزامی ها فرستاده شد. دهکده درست
بالای دشت بود. دایه بعد از سالها زندگی در قلعه از قلعه بیرون انداخته شد. پشت سرش همه درها را بستند. وقتی دایه کاملا از نظرمان پنهان شد، صدای ساز و آواز جزامی ها شنیده شد. دیگر دکتر را دوست نداشتم. او با ترسش دایه بینوا را به روستای جزامی ها فرستاده بود. دیگر دلم نمیخواست رفیقم باشد. برای همین آزاد و تنها دنبال سرگرمی دیگری گشتم. فرانسوی های تبعیدی برایم جالب بودند. آنها به دلیل انتخاب مذهب پروتستان مورد خشم امپراتوری قرار گرفته و تبعید شده بودند. پروتستان ها در زمین های خشک و سخت ساکن شده مشغول کشاورزی بودند. هر روز از صبح تا شب زن و مرد مشغول شخم زدن زمین های آهکی و سخت بودند. زمین هایی که به سختی قابل کشت و زرع بودند. پروتستان ها حتی در تبعید هم آشکارا از مذهبشان حرف نمی زدند. فقط گاهی غروب ها آنها را می دیدم که در سکوت رو به خورشید می سادند بدون آنکه کلامی از آنها شنیده شود و یا لبهایشان بجنبد. در رفت و آمد میان پروتستان های تبعیدی من دوست جدیدی پیدا کردم. پسر کوچکی به اسم ایزائو. دوستی و رفت و آمد با ایزائو باعث شد بفهمم پروتستان ها تا چه حد از دشمنی ویکونت در عذابند. آنها که از امپراتوری فرار کرده بودند باید شبها نگهبانی می دادند تا ویکونت یک چشم خانه ها و مزارعشان را به آتش نکشد. من ترس و نگرانی دائمیشان را می دیدم. هر طرف که چشم می گرداندی کسی از شر ارباب یک چشم خلاصی نداشت. نه دکتر تریلونی، نه پروتستان ها، نه جزامی ها و نه هیچ کسی دیگر. مرد دونیم شده اربابمان بود و ما نمی توانستیم از سیطرش فرار کنیم. شاید فقط باید به وعده رئیس پروتستان ها امیدوار می شدیم. او اعتقاد داشت روزی یک مرد خوب به اینجا خواهد آمد. صبح زود ویکونت با اسبش از پستی و بلندی های دره بالا و پایین می رفت. او با چشم مثل عقابش همه جا را بررسی می کرد. ویکونت با خودش فکر میکرد میان تمام افکار و احساسات تند و تیزش احساسی شبیه به آنچه مردم به آن میگویند عشق در او وجود ندارد. اگر مردم برای احساس احمقانه عشق آنقدر ارزش قائلند، احتمالاً احساسی که به جای عشق در او وجود دارد به مراتب باشکوه‌تر و حتماً وحشتناک‌تر است. همان اطراف دختر چوپانی در حال چیدن میوه بود. اسم دختر پاملا بود. پاملا بزهایش را برای چرا به دشت آورده بود. ویکونت با دیدن دختر ناگهان در وجودش احساس لرزشی خفیف کرد. احساسی که مدتها بود در خود ندیده بود. دختر جوان طبق عادت همیشگیش با بزها حرف میزد و میچرخید. دختر ناگهان صدای تاخت اسب ویکونت را شنید. وقتی ویکونت نزدیک پاملا رسید، ایستاد، خودش را از زین باز کرد و پایین آمد. ویکونت پرسید، اسم شما چیه؟ دختر پاسخ داد، اسم من پاملاست. شما هم حتما جناب ویکونت هستین، عالی جناب. ویکونت گفت، درسته پاملا. من تصمیم گرفتم عاشق تو بشم. پاملا گفت، چی شد که این تصمیم گرفتید عالی جناب؟ ویکونت چیزی نگفت، اما پاملا متوجه دونیم شدن گلهای داوودی صحرا شد. پاملا فهمید از بخت بعد ویکونت از میان تمام دخترهای دره عاشق او شده است. پاملا با ناراحتی گفت، چطور عاشق من شدید عالی جناب وقتی همه گلهای دشت رو پرپر کردید؟ وقتی خیلی از موجودات رو دونیم کردید؟ ویکونت گفت، پاملا، تو این دنیا هر برخوردی بین دو نفر باعث لطوپار شدنشون میشه. این اتفاق اجتناب ناپذیره. شامل موجودات و جانورها هم میشه. پس با من بیا. با من این زبونو خیلی خوب یاد میگیری. منم مثل بقیه بدی میکنم. فقط قدرتم بیشتره و بدی من خیلی بیشتر به چشم میاد.
با من بیا پاملا، کنار من جات امنه. پاملا گفت میخوای به منم آسیب بزنی؟ ویکونت گفت نمیدونم با تو میخوام چیکار کنم، ولی تو رو میبرم به قلعه، ازت نگهداری میکنم. روزها و ماهای زیادی وقت داریم تا بدونیم باید چیکار کنیم. پاملا گفت نه، تو میخوای منو تو قلعه زندونی کنی، بعدم یا تو آتیش بسوزونی یا خوراک موشا بشم. اگه واقعا منو میخوای باید نشونم بدی قراره با من چیکار کنی، بعد تصمیم بگیرم بیام یا نه. من دلم نمیخواد مثل گلای داوودی پرپر بشم. ویکونت میخواست دست هرزش را به صورت پاملا نزدیک کند. دستش لرزید. معلوم نبود میخواهد صورتش را نوازش کند یا چنگ بیندازد، اما زود دستش را پس کشید، بلند شد و سوار اسبش شد. ویکونت گفت من میرم و برج رو برات آماده میکنم. یه روز فرصت داری تا در مورد زندگی با من فکر کنی. ویکونت این را گفت، دستش نهیب زد و ساحل را ترک کرد. پاملا با خودش گفت بیچاره من، بیچاره پاملای بینوا. پاملا برگشت خانه و دم در ایستاد. پروانه مرده‌ای جلوی پایش افتاده بود. نصف بدن و بال پروانه له شده بود. پاملا داد زد و پدر مادرش را صدا کرد. چه بلایی سر این پروانه اومده؟ مادرش گفت آلی جناب ویکونت اومده بود اینجا. میگفت پروانه تعقیبش کرده و نیش ایستاده. پاملا گفت از کی تا حالا پروانه ها آدم رو نیش میزنن؟ پدرش گفت ما هم تعجب کردیم اما نتونستیم به آلی جناب چیزی بگیم. پاملا گفت فکر کنم جناب ویکونت عاشقم شده، پس باید منتظر بدتر از اینا هم باشیم. فردای همان روز پاملا به جنگل رفت تا برای بز و اردکش غذا پیدا کند. پاملا برگ‌های روی زمین را روی دامنش می‌ریخت و راه می‌رفت. ناگهان ویکونت در حالی که به چوب زیر بغلش تکیه کرده بود از پشت تنه درختی بیرون آمد و گفت خب تصمیم گرفتی بیای قلعه؟ پاملا با ترس رو به ویکونت چرخید و گفت نه، تصمیم گرفتم نیام به قلعه. ویکونت گفت قلعه رو برات آماده کردم، تو بانوی باشکوه قلعه میشی. پاملا گفت ترجیح میدم بمیرم ولی تو قلعه تو زندانی نباشم. ویکونت گفت پس تو رو مثل یه زندونی به قلعه میبرم. ویکونت این را گفت، سوار اسبش شد و بین کوره راه‌های جنگل ناپدید شد. شب پاملا بین درخت زیتون و انجیر خوابید. صبح وقتی بیدار شد لاشه دو نیم شده سنجابی در رخت خوابش بود. سنجاب از وسط دو نیم شده بود اما دم پرپشتش دست نخورده باقی مانده بود. پدر و مادرش لاشه سنجاب را توی دستشان گرفته بودند. پاملا گفت من چقدر بیچارم، عالی جناب منو راحت نمیذاره. پدر پاملا گفت اما ویکونت دم حیوانو سالم گذاشته، شاید این نشونه خوبی باشه. مادر پاملا گفت شاید میخواد آدم خوبی باشه. عالی جناب دم زیبای سنجابو نگه داشته، شاید منظورش اینه که هر چیز خوب و زیبایی که تو داشته باشی دست نخورده باقی میمونه. پاملا با عصبانیت گفت ویکونت آدم خوبی نمیشه. اگه ویکونت برای حرف زدن اومد اینجا، در کندوها رو باز کنید و زنبورا رو به جونش بندازید یا ببندینش به لونه مورچه و بذارید همونجا بمونه. فردا شب ویکونت پاملا را از پدرش خواستگاری کرد. پدر و مادر پاملا هم به عالی جناب گفتن دخترشان با این ازدواج موافق نیست. هرچند این خبری نبود که بخواهد ویکونت را ناامید یا دل سرد کند. فردا صبح پدر و مادر پاملا دست و پای پاملا را بستند و توی خانه زندانیش کردند. بعد به قلعه رفتند تا از عالی جناب ویکونت بخواهند بیاید و او را با خودش ببرد. زندگی فقیرانه پدر و مادر پاملا حتما با این ازدواج رونق می گرفت و بهتر می شد. بنابراین آنها تصمیم گرفته بودند تا هر جور شده پاملا با ویکونت ازدواج کند. اما پاملا زبان حیواناتش را بلد بود. اردک ها با ضربه های نوک تناب ها را پاره کردند. پاملا هم بز و اردکش را برداشت و به جنگل فرار کرد.
در جنگل به غاری پناه برد که فقط خودش راه غار را بلد بود و بچه ای که برایش غذا و خبر می آورد. آن بچه من بودم. من برایش میوه و پنیر و ماهی سرخ کرده می بردم. پاملا هم در عوض مقداری شیر بز به من می داد. من نگهبانی می دادم و مراقب بودم تا کسی نتواند پیدایش کند. در این میان گهگاه داییم را لابلای درختان جنگل می دیدم. او با ناامیدی و خشم میان صخره ها و جنگل ها رفت و آمد می کرد. داییم روز به روز لاغرتر و تند خوتر می شد. چند وقتی بود که دوباره با دکتر تریلونی آشتی کرده بودم. یک روز وقتی کنار دکتر قدم می زدم، ویکونت سوار بر اسب به ما نزدیک شد. دایی با لحنی غضب‌آلود از دکتر پرسید: در پایی که ندارد احساس خستگی زیادی می کند. آیا دکتر برای او جوابی دارد یا نه؟ دکتر از ترس می لرزید. ویکونت هم منتظر جواب نماند و به تاخت از آنجا دور شد. بعد از دور شدن ویکونت، برای اولین بار دکتر را غرق در مسئله پزشکی دیدم. دوروبر دهکده جزامی ها پونه و اکلیل های کوهی زیادی رویده بود. بوی خوش گیاهان رهگذران را مدهوش می کرد. کنجکاوی هم برای سردر آوردن از داخل دهکده جزامی ها حالا با وجود دایه سباستیانا چند برابر شده بود. با رفتن دایه بیشتر از هر موقع دیگری احساس یتیم بودن می کردم. دلم برای دایه تنگ شده بود. این بود که آهسته آهسته به دهکده نزدیک شدم. تا به دهکده نزدیک شدم، میان بوته ها مردی جزامی ظاهر شد. از مرد جزامی پیر فاصله گرفتم، اما هنوز چند قدم نرفته جزامی دیگری از میان بوته ها سر بیرون آورد و بعد دیگری و دیگری. ظاهراً من در مسیر حرکتشان به دهکده بودم. آنها بی‌اعتنا به من سمت دهکدهشان می رفتند و من هم با کمی این پا و آن پا کردن دنبالشان به دهکده رفتم. وقتی به دهکده رسیدم، جزامی ها آواز می خواندند و به مردان بازگشته از صحرا خوش آمد می گفتند. مواظب بودم جوری از میانشان راه بروم که باهاشان تماسی نداشته باشم. جزامی ها از دور مرا نگاه می کردند و بر سازهایشان می کوبیدند و یا اینکه با صدای جک و جانورها دستم می انداختند. من با صدای بلند داد زدم: من دنبال دای سباستیانا می گردم، می دونید کجاست؟ جزامی ها با صدای بلند به من می خندیدند. داد زدم: دای سباستیانا، دایه! تا اینکه یکی از جزامی ها گفت: اینجاست پسر جان، آروم باش. جزامی دری را نشانم داد. در باز شد. زنی با بادبادک های آویزان به خودش بیرون آمد. دیگران هم دورش جمع شدند و هلهله بالا گرفت. من گیج شده بودم که یک دفعه دایه از میان جمعیت بیرون آمد و مرا پیدا کرد. دایه در حالی که دست مرا گرفته بود و از بین جمعیت بیرون می برد، به سبکسری و رفتار بدون حرمت جزامی ها بد و بیراه می گفت. از اینکه دایه را پیدا کرده بودم خیلی خوشحال بودم. از طرفی هم می ترسیدم جزام بگیرم، اما دایه دلم را گرم کرد. او به واسطه دانستن خواص گیاهان از اجدادش مانع بیمار شدنش شده بود، اما برای اینکه به او شک نکنند چند خال رنگی روی صورتش گذاشته بود تا همرنگ جماعت بشود. شب به خانه دایه رفتم و او از جوشانده های مخصوصش به من هم داد. به هر حال من بین جزامی ها رفته بودم و کار از محکم کاری عیب نمی کرد. من هم تمام ماجراهایی که در نبود دایه اتفاق افتاده بود را برایش تعریف کردم. وقتی دایه شنید که ویکونت عاشق شده، دلش برایش سوخت. البته بیشتر دلش برای دخترک سوخت. صبح شد. من خوشحال و قبراق از دیدن دایه به شکار قورباغه رفتم. قلابم رو توی آب انداختم و منتظر شدم، اما در خنکای صبح و سکوت بیشه کم کم خوابم برد.
چشمم رو که باز کردم دستی بالای سرم بود. روی دست بالای سرم عنکبوت درشتی بود. ترسیدم و عقب پریدم. آن دست دست داییم بود. همان موقع عنکبوت دست داییم را نیک زد و فرار کرد. وقتی من خواب بودم عنکبوت روی گردنم نشسته بود. برای اینکه عنکبوت مرا نیش نزند دایی دستش را جلو آورده بود تا دست او را نیش بزند. اما چون این چیزی برایم باور کردنی نبود، او اصلا رحمی در دل نداشت. چطور میتوانست جان کسی را نجات دهد؟ نه، من یک کلمه از حرفهایش را باور نمی کردم. او قبلا سعی کرده بود مرا بکشد، اما این بار فرق می کرد. دست دایی ویکونت ورم کرده بود و هر لحظه کبودتر می شد. دایی ویکونت گفت: تو خواهرزاده منی؟ تعجب کردم. اولین باری بود که ربط خانوادگی من را از دهانش می شنیدم. دایی ویکونت گفت: فکر کنم نیش سمی عنکبوت دستم رو آلوده کرده، اما از اینکه گردن تو رو نیش بزنه بهتره. تا جایی که یادم بود دایی ویکونت هیچ وقت با من اینطوری حرف نزده بود. فکر کردم شاید یک دفعه آدم خوبی شده باشد. هیچ بغض و خشمی در صدایش احساس نمی کردم. اما اگر تظاهر می کرد چه؟ شک داشتم، اما اندوه و مهربانی که در پس نگاه و کلامش بود دلم را نرم می کرد. شاید هم ناراحتیش از نیش عنکبوت بود، ولی حتی ظاهرش هم فرق کرده بود. شنل سیاهش کهنه و سوراخ شده بود. به همه جایش برگ‌های خشک و پوسته‌های خاردار بلوط چسبیده بود. به قلاب نگاه کردم ببینم قورباغه‌ای گیر افتاده یا نه. قورباغه‌ای نبود، اما انگشتری با نگین الماس به قلاب چسبیده بود. انگشتر را برداشتم. علامت خانوادگی ترالوا روی نگینش حک شده بود. ویکونت گفت: یک قورباغه به قلابت گیر کرده بود، دلم برای سوخت و آزادش کردم، اما بعد فهمیدم با این کارم به ماهیگیر خسارت زدم. اما برای جبران خسارت این انگشتر رو به چوب قلابت زدم. بهت زده نگاهش کردم و بعد به دست ورم کرده و کبودش. پیش خودم فکر کردم دای سباستیانا چقدر خوشحال می شود اگر بفهمد ویکونت عوض شده. به ویکونت گفتم: دایی جان همینجا منتظر بمون، من میرم پیش دایه سباستیانا. دایه همه گیاهان دارویی رو میشناسه. میگم دارویی برای درمون نیش عنکبوت بهمون بده. و بعد با سرعت به سمت کلبه دایه سباستیانا رفتم. انقدر دویده بودم که نفسم بالا نمیامد. بریده راجب مهربان شدن دایه و نیش سمی عنکبوت گفتم. دایه خیلی از حرفهایم سر در نیاورد، اما نیش عنکبوت را شنیده بود. هرچند اصرار داشت من به اشتباه گفتم دست چپ دایی را عنکبوت نیش زده، در حالی که دایی اصلا دست چپ ندارد. اما من هرچه فکر کردم دست چپ او را به خاطر می آوردم. در هر صورت دارو را از دایی گرفتم و به سرعت برگشتم. وقتی به برکه برگشتم دایی را پیدا نکردم. آنقدر بین درخت‌ها دنبالش گشتم تا پیدایش کردم. دایی توی شنل سیاهش به خودش پیچیده بود. آرام گفتم: دایی جان، این گیاه برای نیش عنکبوت؟ دایی سرش را برگردان داد زد: کدوم گیاه؟ کدوم نیش عنکبوت؟ بعد تغییر حالت داد و آرام گفت: خیلی خوب، ممنونم. بذارش تو سوراخ تنه درخت، بعدم برمی‌دارم. دستم را توی سوراخ درخت فرو کردم. سوراخ درخت لانه زنبورهای وحشی بود. زنبورها ریختن بیرون. تا آنجا که میتوانستم دویدم و خودم را انداختم توی برکه آب. وقتی سرم را بیرون آوردم صدای خنده خشدار دای ویکونت را میشنیدم. غمگین و بهت زده سراغ دکتر تریلونی را گرفتم. دکتر در کلبهش سرگرم خواندن کتاب بود. همه ماجرا را برایش تعریف کردم. گفتم دست دایی را عنکبوت سمی نیش زد، اما او کمکم را نپذیرفته است. دکتر هم گفت
همین چند دقیقه پیش گزیدگی دست بیکونت را درمان کرده است. دکتر گفت در جنگل بیکونت را دیده و از ترسش داخل آب می افتد و چون شنا بلد نبوده احتمالاً خیلی زود غرق می شده است. اما بیکونت او را نجات می دهد. بدن نیمه بیکونت مثل تنابی دکتر را از آب بیرون می آورد. بعد از آن به کلبه دکتر می آیند و دکتر دست بیکونت را معالجه می کند. دکتر گفت بیکونت بسیار مهربان و با اخلاق بوده، با او به مدورا هم حرف می زده. حتی قبل رفتن اظهار امیدواری کرده که باز هم را ببینند و دوستان خوبی برای هم باشند. دکتر گفت به نظرم مردی که معالجه کردم همان بیکونت قبلی نبوده است. گیج شده بودم. منظور دکتر را درک نمی کردم. دکتر از من خواست صبور باشم و منتظر اتفاقات جدیدی باشم. انگار دکتر خیلی جدی روی موضوعی تحقیق و بررسی میکرد، اما دکتر از من خواست در این مورد با کسی حرف نزنم. او گفت فقط باید منتظر باشیم، حوادث عجیبی در راه است. از آن به بعد خبرهای خوب و عجیبی از ویکونت به گوش میرسید. از بچه های گم شده در جنگل که ویکونت نیمه شده آنها را پیدا و نجات داده بود تا کمک به فقرا و ضعیفان. در این میان ماجرای کمک به پاملا در شبی طوفانی از همه جالبتر و مهمتر بود. در شبی طوفانی پاملا و حیوانهایش در جنگل گرفتار طوفان می شوند. پاملا به سمت غاری می رود تا آنجا پناه بگیرد. در آستانه در غار پوتین کهنه ویکونت را میبیند. میخواهد فرار کند، اما ویکونت میگوید نترس. اگر نگران منی من میرم بیرون. تو و حیوانات بیاین تو غار بمونین. اینجا جاتون امنه. پاملا که تازگی ها درباره کارهای خوب و عجیب و غریب ویکونت چیزهایی شنیده با ترس و احتیاط داخل غار میرود. پاملا به ویکونت مهربان نگاه میکند. خوب که وارسیش می کند بلند بلند می خندد. ویکونت با تعجب به خنده های دختر نگاه می کند. پاملا راز ویکونت مهربان و خوب را پیدا کرده است. ویکونتی که مقابل اوست نیمه چپ ویکونت است. نیمه راست شرور در قلعه است، همانی که همه از او فرار می کنند. نیمه مهربان حتما داستانی دارد، یک داستان شنیدنی. پاملا از او میخواهد تا داستانش را تعریف کند. او از کجا آمده، چرا از نیمه راست جا مانده، چطور شده دوباره راه خانه را پیدا کرده است. نیمه مهربان ویکونت داستانش را اینطور تعریف میکند، در حالی که پاملا سراسر گوش شده و پای حرفش نشسته است. وقتی ویکونت در جنگ به دو نیمه می شود، سربازها فقط یک نیمه آن را پیدا می کنند. نیمه دیگر زیر جسدهای دیگر دفن می شود. نیمه شب وقتی دو راهب از میدان جنگ می گذرند، متوجه نیمه چپ بدن ویکونت می شوند. آنها نیمه زنده را از زیر جسدها بیرون می کشند، زخمهایش را مداوا می کنند و نجاتش می دهند. بعد از آن که نیمه چپ ویکونت خوب می شود، از راهبها خداحافظی می کند و با چوب زیر بغلش راه می افتد. ماه‌ها و سال‌ها طول می کشد تا بالاخره به خانه می رسد، به ترالبا. پاملا محو داستان ویکونت می شود و از آن مهمتر محو مهربانی و درون آرامش. وقتی داستان ویکونت تمام می شود، از پاملا میپرسد داستان تو چیست؟ تو چرا در جنگل سرگردانی؟ پاملا هم تعریف میکند چقدر نیمه بد ویکونت اذیتش کرده، چطور قصد داشته در قلعه زندانیش کند و چطور باعث شده تا دخترک از خانه فرار کند. حالا هم در جنگل همراه با بز و اردکش سرگردان است. ویکونت دلش به حال دختر میسوزد، دلش به حال پدر و مادر پاملا هم می سوزد. آنها حتما نگران دختر زیبایشان هستند، اما پاملا می گوید نگران پدر و مادر بدجنسش نیست. آنها سعی داشتند تا پاملا را به دست ویکونت پست
بسپارند. آنها برای آسودگی زندگی خودشان قصد داشتند تا او حتماً با ویکونت ازدواج کند. نه، پاملا دلش برای پدر و مادرش نمی سوزد. ویکونت می گوید: پاملا، خوبی دونیم شدن اینه که درد ناقص بودن رو تو همه می بینی. تو میتونی بفهمی هر کسی چجوری این درد رو با خودش حمل میکنه. وقتی کامل بودم اینو درک نمیکردم. البته درد و رنج همه جا وجود داشت، اما من با بیتفاوتی از کنارشون رد میشدم. حالا بهتر بریم پیش پدر و مادرتو خبرشون کنیم. باران بند می آید و رنگین کمان زیبایی در آسمان می نشیند. پاملا بیرون می پرد و با اشتیاق به رنگین کمان نگاه می کند. ویکونت بالا پوشش را کنار می زند و می گوید: پاملا، من عاشقت شدم. پاملا می گوید: چه خوب، بازم یه نیمه دیگه عاشقم شده، اما این بار با درونی پاک. ویکونت میگوید: تنها راه دوست داشتن اینه که با هم کارهای خوب بکنیم. پاملا میگوید: حیف شد، من فکر میکردم روشهای دیگه ای هم وجود داره. ویکونت به دیدن پدر و مادر پاملا میرود و پاملا هم با اردک و بزش تنها میماند. بعد از رفتن ویکونت پاملا به اردک و بزش میگوید: یعنی فقط منم که با اینجور آدم و سر و کار دارم؟ کم کم همه فهمیدند نیمه دیگر ویکونت به شهر برگشته است. نیمه‌ای که برعکس نیمه شرور دیگر خوشتینت و مهربان است. اما از همان وقت وضع ترالبا هم عوض شد. من و دکتر تریلونی به عیادت مریض ها می رفتیم. دکتر رفت رفته کار طبابت را از سر گرفته بود. ما از میان جاده های باریک روستاها می گذشتیم و من رد پای هر دو نیمه از ویکونت را می دیدم. یکی که می ساخت و آباد می کرد و دیگری که ویران می کرد و آسیب می زد. بچه ها دزدیده می شدند، بعد دوباره پیدا می شدند و صد البته که دزد و ناجی هر دو یک شکل داشتند. یکی نیمه شر ویکونت بود، یکی دیگر نیمه خیر. پرستوهایی که بهشان شلیک می شد و پرستوهایی که با بال ترمیم شده در آسمان پرواز می کردند. مردم نیمه بد ویکونت را شر صدا می کردند و به نیمه خوب او می گفتند خیر. به این ترتیب زندگی من میان مهربانی و وحشت در نوسان بود. شر و خیر در همسایگی من رفت و آمد می کردند. تمام آدم های درمانده و بیچاره، از شلها بگیر تا زنهای فریب خورده، همه می آمدن پیش خیر تا برایشان درمان و راهی بیابد. خیر هم با همه توانش به همه کمک می کرد، اما خودش مثل ولگردها زندگی می کرد. با شنلی پاره و چوبی کهنه زیر بغل دل آدم را به درد می آورد. پاملا هم همچنان در جنگل زندگی می کرد، بین درختها تابی بسته بود و تاب می خورد. بعضی روزها ویکونت خیر بقچه به دست پیش پاملا می رفت. بقچه ویکونت خیر پر از لباسهای فقرا بود. او لباسها را می آورد تا پاملا وصله بزند و بشورد. آخر پاملا توی جنگل حوصله‌اش سر رفته بود. پاملا با اشتیاق لباسها را می گرفت، می شست و وصله می زد. یکی از روزهایی که خیر به دیدن پاملا رفته بود و برایش کتاب می‌خواند، سر و کله شر پیدا شد. شر از فرط حسادت شمشیرش را بلند کرد تا بر سر خیر بزند، اما ضربه‌اش بر کتاب فرود آمد و آن را دونیم کرد. نیمه سالم کتاب در دست‌های خیر ماند و نیمه دیگر پرپر شد و در آسمان پخش شد. برگه های پرپر شده رقص کنان فرود آمدند. رهگذرانی که برگه های پرپر شده را پیدا می کردند، جز کلماتی نامفهوم چیزی از آن نمی فهمیدند. آوازه خیر به پروتستان ها هم رسیده بود.
آنها از بقیه مردم دور بودند و نمی دانستند حقیقت موضوع چیست، اما همین که شنیده بودند نیمه خیر مرد شرور پیدا شده، دلشان پر از امید شده بود. رویاهای رئیس پروتستان ها محقق شده بود. مردی خوب به سرزمینشان آمده بود. آنها از نیمه خیر استقبال کردند و او را به جمعشان راه دادند. پروتستان ها از جور و ظلم شهر برای او حرف زدند و خیر بسیار متاسف شد. آنقدر در مورد شهر حرف زدند تا دیگر حرفشان ته کشید. البته این دوستی خیلی هم به خوشی پیش نرفت. وقتی خیر از آنها انتقاد کرد، پروتستان ها را از خودش ناامید کرد. خیر اعتراض کرد چرا جو را آنقدر گران می فروشند در حالی که دیگران در خشک سالی و تنگ دستی به سر می برند. آنها گفتند جناب خیر، کمک کردن به فقرا معنایش نیست که آنها ضرر کنند. به نظر می آمد خیر بودن هم چندان بی ضرر نیست. خیر بارها پیش استاد نجار رفته بود و او را تشویق کرده بود جای ساختن انواع دارها و وسایل شکنجه وسایلی مفید برای انسان بسازد. حتی به او طرحی داده بود برای ساخت نوعی آسیاب آرد، آردی سفید و پاک برای فقرا. استاد نجار هم بارها سعی کرده بود طرح دستگاه خیر را بسازد، اما به دلیلی که خودش هم نمی دانست گمان می کرد ظرفیت انسان برای ساختن ابزار خوب کم است. در عوض به راحتی می تواند ابزار شکنجه، آزار و کشتار بسازد. وقتی استاد نجار دار جدیدش را می ساخت، من در کارگاهش بودم. داری عجیب برای کشتن انسانی نیمرخ ساخته شده بود. با دیدن دار فهمیدم شر نقشه جدیدی در سر دارد، نقشه‌ای برای نابودی خیر. چند وقتی بود که دیگر شر مطمئن شده بود محبوبیت خیر زیاد و خطرناک شده است. برای همین هم تصمیم گرفته بود تا او را از بین ببرد. ویکونت به تمام سربازهایش دستور داد نیمه خیر را گیر بیاورند و بکشند، اما نگهبانهای قلعه تصمیم گرفتند برعکس دستور شر، شر را بکشند، بعد هم اختیار قلعه را بسپارند به خیر. شب هنگام نگهبانها خیر را در جنگل پیدا کردند. رئیس نگهبانها به خیر گفت لطفا نترسید، شر ما رو فرستاده تا شما رو بکشیم، اما ما قصد داریم شر رو بکشیم و قلعه رو به شما واگذار کنیم. خیر گفت نه این کارو نکنید، تا حالا خونهای زیادی ریخته شده، قدرتی که با کشتن و خونریزی به وجود بیاد به هیچ دردی نمیخوره. رئیس نگهبانا گفت قبول، ما شر رو نمیکشیم، اما تو برج تازش زندانیش میکنیم. خیر گفت نه، منم از ظلمای شر عصبانی ام، ولی اگه باهاش رفتار خوبی داشته باشیم درس بزرگی بهش دادیم. رئیس نگهبانا گفت اگه اینطوریه پس ما مجبوریم شما رو بکشیم. خیر گفت نه، لطفاً از کشتن دست بردارید. نگهبانها گفتن چاره ای نداریم، اگه شما رو نکشیم شر ما رو میکشه. خیر مرهمی که روزی راهب‌ها جانش را با آن نجات داده بودند آورد. مرهم را به نگهبانها داد و گفت اینو برای ویکانت ببرین. بگین هدیه یک کسیه که میفهمه رگ‌ها و عصب‌های قطع شده چه دردی داره. نگهبانها پیش ویکونت شر رفتند و مرهم را به او دادند. ویکونت هم در عوض تمام نگهبانها را به اعدام محکوم کرد. بقیه نگهبانها برای نجات جان دوستان و همرزمهایشان شورش کردند، اما شورش بی برنامه و ناقصشان نتیجه جز شکست نداشت. ویکونت همه نگهبانها را سرکوب کرد طوری که دریایی از خون راه افتاد. بعد از این واقعه خیر برای دلجویی به تک تک خانواده های مرده ها سر زد و تلاش کرد آرامشان کند. خیر نه تنها به خانواده قربانیان که به همه مردم سر می زد و احوالشان را می پرسید یا اینکه در مدح خیرخواهی برایشان حرف می زد،
تنها کسی که تحت تأثیر خیرخواهی غیر قرار نمی گرفت دایه سباستیانا بود. دایه اصلاً به دونیم شدن ویکونت توجهی نمی کرد. شاید هم آنقدر پیر و ناتوان شده بود که خیر و شر را از هم تشخیص نمی داد. شاید هم چون مادری مهربان نیمه شر و خیر فرزندش برایش فرقی نداشت. خیر مرتب به دهکده جزامی ها سر می زد. او تمام وقتش را صرف رسیدگی و کمک به جزامی ها می کرد. نه فقط مداوای جسمشان، بلکه برای مداوای روحشان هم تلاش می کرد. او مدام جزامی ها را نصیحت می کرد. بهشان اصرار می کرد دست از طرب و سرگرمی های بیهوده بردارند، در عوض داس بردارند و کشت و زر کنند. جزامی ها هم ساز و آواز را کنار گذاشتند، اما دلخوشی هایشان را هم از دست دادند. حالا فقط با بیماری دست به گریبان بودند و گریه و زاری می کردند. تا جایی که جزامی ها می گفتند نیمه خیر بدتر از نیمه شر است. بعد از مدتی فقط جزامی ها نبودند که از خیر بد می گفتند. داد همه در آمده بود. مردم تا به شنیدن این همه نصیحت و موعظه را نداشتند. بعضی ها می گفتند چه خوب که گلوله توپ ویکونت را فقط دو نیم کرد. اگر سه تکه شده بود چه بلایی که سر ما نمی آمد. روسا همینطور در ترالبا سپری می شد. دو نیمه ویکونت همه را درگیر رنج خودش کرده بود. صبح زود وقتی مادر پاملا برای آوردن آب سر چاه رفت، پایش در تله شر گیر کرد و افتاد توی چاه. مادر پاملا فریاد زد و کمک خواست. همان لحظه شر بالای چاه ظاهر شد و گفت این کار کردم چون میخواستم با هاتون خصوصی حرف بزنم. خیلی ها پاملا رو تو بیشه همراه خیر دیدن. این رسوایی بزرگیه. تا بیشتر از این آبرو ریزی نشده بذاریم پاملا با خیر ازدواج کنه. این به نفع همه است. روز بعد پدر پاملا کیسه ای پر از زیتون را به کارگاه روغنکشی می برد. اما کیسه سوراخ بود و پدر متوجه سوراخ بودن کیسه نشده بود. همون جور که راه می رفت دانه های زیتون پشت سرش می ریخت. چند لحظه بعد احساس کرد که کیسه سبک شده. نگاه کرد کیسه سوراخ بود. همین که برگشت خیر پشت سرش ایستاده بود. او تمام زیتون‌ها را دانه دانه جمع کرده بود. خیر گفت دنبالتون اومدم تا با شما حرف بزنم. در ضمن همه زیتون‌ها رو براتون جمع کردم. راستش مدتی دختر شما تنها تو بیشه زندگی می‌کنه. دختر شما حیفه. باید توی جای بهتری زندگی کنه. به نظرم بهتره با شر ازدواج کنه. من دخترتون رو دوست دارم، اما پاملا کنار من خوشبخت نمیشه. پدر پاملا با دهان باز به گذشت و رفتار ویکونت خیر نگاه کرد. از اون طرف مادر پاملا همه بیشه را گشت تا پاملا را پیدا کند. مادر گفت پاملا تو باید با خیر ازدواج کنی. تو رو بدنام کرده، پس بهتر زودتر باهاش ازدواج کنی. پاملا پرسید کی همچین فکری تو سرت انداخته؟ مادر گفت شر. خودش بهم گفت بیام و اینو بهت بگم. پاملا گفت عجیبه، با چه نقشه ای داره؟ همان موقع پدر پاملا سر رسید. پدر گفت پاملا وقتشه به شر بگی بله. دیگه از زندگی تو جنگل دست بردار. تو قلعه شر همه چی برات فراهمه. پاملا گفت این فکر خودته پدر. پدر گفت نه خیر، همون ویلگرده خیر ازم خواست بیام باهات حرف بزنم. شر از دور پاملا و پدر و مادرش را زیر نظر گرفته بود. شر به خودش به خاطر نقشه بی نقصش میبالید. اگر پاملا با خیر ازدواج میکرد قانوناً همسر ویکونت میشد، یعنی زن خودش. با این کلک راحت پاملا را به دست میآورد. پاملا از پدر و مادرش خواست به خانه بروند تا او فکر کند. بعد با خودش گفت من نقشه بزرگتری دارم.
من با هر دو ازدواج میکنم. فردای همان روز شر سوار بر اسب از توی بیشه ها رد میشد. پاملا جلوی شر را گرفت و گفت: جناب ویکونت، تصمیم گرفتم باید ازدواج کنم به غلط بیام، البته اگر خودت موافق باشی. شر گفت: من معلومه که موافقم، پس به قلعه میرم تا همه چی رو برای برگزاری مراسم ازدواجمون آماده کنم. شر خوشحال بود، حالا حتی بدون نقشه هم صاحب پاملا میشد، خودش با پای خودش می آمد. عصر همان روز خیر سوار قاطرش به بیشه آمد. پاملا به محض دیدنش گفت: ویکونت، احساس میکنم عاشقت شدم، تو خیلی مهربونی، من با تو اصلا احساس خوبی دارم، دلم میخواد باهات ازدواج کنم. خیر شگفت زده و خوشحال بود. بله درست است، او گفته بود برای خوشبختی پاملا بهتر است با شر ازدواج کند، اما حالا که خودش میخواست حرفی نبود. خیر گفت: من هر کاری میکنم تا تو رو خوشبختت کنم. همه اهالی ترالبا از خبر ازدواج پاملا مطلع شدند. بعضی ها می گفتند حتما با خیر ازدواج می کند. بعضی های دیگر می گفتند حتما با شر ازدواج می کند. از طرفی خدمتکارهای قلعه مشغول آماده کردن مراسم عروسی شر بودند. شر دستور داده بود لباس مخمل سیاهی برایش بدوزند. خیر بیچاره هم فقط آرنج و زانوهای لباسش را وصله زده بود. پاملا گفته بود تا روز عروسی از جنگل بیرون نمی آید. من لوازمی که احتیاج داشت را برایش تهیه کردم. پاملا با امکانات خیلی کم برای خودش لباس عروسی دوخت. از اضافه پارچه تور لباسش برای بزرگ اردکش هم لباس عروسی دوخت. من همه جا همراهش بودم. همه جا بودم تا عروس غمگین خیلی تنها نباشد. صبح روز عروسی اسب شر توی باتلاق گیر افتاد. برای همین نتوانست به موقع در مراسم ازدواجش حاضر شود. اما خیر به موقع در کلیسا حاضر شد. خیر دست پاملا را گرفت و به سمت محراب برد. مراسم ازدواج با نظم و شکوه زیبایی برگزار شد. عروس و داماد بله گفتند و به انگشت هم حلقه کردند. کشیش گفت: ویکونت دی ترالبا و پاملا مارکونی، من شما را زن شوهر اعلام می کنم. در همان لحظه در کلیسا باز شد و شر با چوب زیر بغلش ظاهر شد. لباس نوی مخملش خیس و پاره شده بود. شر داد زد: ویکونت دی ترالبا منم، پاملا زن منه. خیر گفت: ویکونتی که با پاملا ازدواج کرد منم. شر چوب زیر بغلش را انداخت و شمشیرش را بیرون کشید. خیر که چاره نداشت او هم همین کار را کرد. هر دو با شمشیر به هم حمله کردند. شر وحشیانه حمله می کرد و خیر جا خالی می داد. در لحظه خاص هر دو تعادلشان را از دست دادند و روی زمین افتادند. شر موقع افتادن با شمشیرش ضربه‌ای به خیر زد. لباس خیر پر از خون شد. شر سعی کرد از جایش بلند شود، اما بدن بیجان خیر دستش را بالا آورد و شمشیرش به پشت شر فرو رفت. شر روی زمین افتاد. خون هر دو روی زمین با هم یکی شد. من سراپا مجذوب آن صحنه شده بودم. به دکتر تریلونی نگاه کردم. دکتر از خوشحالی سر از پا نمی شناخت. دکتر تریلونی فریاد زد: نجات پیدا کرد، نجات پیدا کرد. دکتر به سمت دو نیمه افتاده روی زمین رفت. او تمام سرخ رگها و سیاه رگها را به هم دوخت و بعد با 1 کیلومتر نوار زخم بندی دو نیمه را به هم وصل کرد. دایی ویکونت شبیه مومیایی ها شده بود. ویکونت را روی تخت گذاشتند و تخت را به قلعه بردند. دایی هم روزها بین مرگ و زندگی دست و پا می زد. وقتی دایی سباستیانا خبر را شنید
به قلعه برگشت. او تمام مدت از داییم مراقبت می کرد. چند ماه بعد داییم تکانهای کوچک خورد. دکتر سر رسید. وقتی دید تمام اعضا حرکتهای کوچکی می کنند از خوشحالی گریه کرد. بالاخره دایی ویکونت چشمهایش را باز کرد. دکتر تلیرونی گفت فکر کنم معجزه کار خودشو کرده. پاملا گفت من یه شوهر کامل دارم. یه شوهر بدون نقص. به این ترتیب دایی هم ویکونت مرد کاملی شد. آدمی شده بود نه چندان بدجنس و نه چندان خوشتینت. به قول معروف آدم معمولی شده بود. اما ویکونت دیگر تجربه دونیم شدن را داشت. چیزی که خیلی ها ازش محروم بودند. ویکونت زندگی خوبی را شروع کرد. بعدها صاحب بچه هم شد. همه انتظار داشتند حالا که ویکونت مثل قبل شده دوره زندگی سعادتمندانه‌ای برای من رقم بخورد، ولی واضح است که چون این چیزی هرگز شدنی نیست. کامل شدن ویکونت برای اصلاح دنیا کافی نبود. دکتر تریلونی بعد از مداوای ویکونت دست از شکار گازهای آمونیاک برداشت و مشغول مداوای بیمارها شد. اما من بین شور و شوق کامل شدن ویکونت مبهوت مانده بودم. من دیگر به آستانه نوجوانی پا گذاشته بودم و قاعدتاً خودم را کاملا ناکامل حس می کردم. اول مدتها در جنگل و بین درختها پنهان شدم. بعد برای خودم افسانه می بافتم و از وجود ماجراهای بدون پایان لذت می بردم. اما بالاخره روزی رسید که دکتر تریلونی هم مرا ترک کرد. دکتر تصمیم گرفته بود برگردد انگلیس. صبحا کشتی های انگلیسی از خلیج ما رد می شدند. همه اهالی ترالبا برای بدرقه‌اش آمده بودند کنار ساحل به جز من. دکتر با اهالی ترالبا خداحافظی کرد. سوار کشتی شد و رفت. و من هیچ کدام از این صحنه ها را ندیدم، چون توی جنگل برای خودم میچرخیدم و قصه سرهم میکردم. وقتی کشتی ها تو افق ناپدید میشدند، من در ساحل تنها بودم. تنها تو دنیای مسئولیت ها و گازهای آتشزا. و پایان کتاب.